جورنال. فرانسه دارایی های مربوط به رژیم ایران را به خاطر طرح بهم که حکومت تهران را به آن متهم کرد منجمد کرد به گفته یک مقام فرانسوی مقدم یک مقام ارشد وزارت اطلاعات دستورات عملیات تروریستی علیه همای پاریس را صادر کرد. وال دهم مهرماه فرانسه برای مجازات حکومت تهران به خاطر طراحی فعالیت تروریستی در اروپا به واسطه اتهام یک طرح تروریستی در خاک فرانسه دارایی های سرویس اطلاعاتی رژیم ایران و دو مامور آن را در عین اینکه دولت فرانسه تلاش دارد توافق اتمی ایران را نجات دهد منجمد کرد این انجماد حداقل برای شش ماه روی این دو مقام یعنی اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم که مقامات اروپایی آنها را متهم به دست داشتن در حمله شکست خورده می کنند به علاوه اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران اعمال خواهد شد. این اقدامات نشانه تلاش دولت فرانسه برای مجازات رژیم ایران به خاطر طرحی است که مستقیما آن را با مقامات حکومت ایران مرتبط دانستند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سهشنبه گفت که عملیات رژیم ایران ضرورت روی کردی قوی در روابط ما با رژیم ایران را مورد تایید قرار می دهد. هدف طرح مذکور جلسه سالانه شورای ملی مقاومت ایران بود. این جلسه به طور معمول فهرستی از سیاستمداران آمریکایی را شامل می شود. اما امسال سخنران اصلی رودی جولیانی بود که یکی از اوکلای شخصی ترامپ و یک مشاور نزدیک اوست. این هفته یک دادگاه آلمان اجازه استرداد اسدی به بلژیک را صادر کرد و این استدلال که وی به خاطر مسئولیت دیپلماتیک باید اجازه بازگشت به ایران را پیدا کند رد کرد به گفته یک مقام فرانسوی مقدم یک مقام ارشد اطلاعات در تهران است که دستورات این عملیات را صادر کرده است